سرگرمی تازه برای بچه های پناهجویان. گودال هایی که پشت سر هم برای چادرهای جدید باز می شوند. اینجا در اردوگاه خازل، 40 کیلومتری موسل. اردوگاه با سرعت زیادی در حال گسترش است. روزهای اول شروع بحران جدید عراق و حمله داعش اینجا محل اسکان کسایی بود که از موسل فرار کردند. اما الان به اونها خانواده هایی از تل عفر و تکریت هم اضافه شده و جالب اینه که این خانواده ها نه از ترس داعش که از ترس حمله هوایی ارتش عراق فرار کردند. بیشتر خانواده هایی که تازه از گرد راه رسیدند از ترکمان های تل عفر هستند، مثل خانواده کوسر. تل عفر چند روزه که زیر بمبارانه. ساکنان شهر هم که 50%شون ترکمن بودن و چه اونایی که نبودن خیلی میترسیدن. ما هم همه وسایل و خونه زندگیمون رو ول کردیم و اومدیم، چون زیر این حمله ها مونده بودیم. از او پرسیدم از داعش ترسیدید؟ داعش اول به نظرمون خطرناک می اومد، با همون خوب نبودن، اما الان با ما مردم شهر کاری ندارن. دلیل فرار این خانواده ها هرچه باشد، حالا آنها را در وضعیتی بغرنج تر در این اردوگاه قرار داده. سیل یک باره و روزافزون پناهجوها به کردستان عراق امداد رسانی را مشکل کرده. وقتی آنجا بودیم شاهد این صحنه شدیم. جنگ خانواده ها بر سر تکه های یخ که در گرمای جانفرسای این روزها یک بار فقط روزی پخش می شود. حالا هر قدر که بحران عراق پیش می رود، امیدها برای خلاصی از این وضعیت هم در این اردوگاه رنگ می گذارد. من دیگه فکر نمی کنم این وضعیت درست بشه. ببین چند سال فلسطین جنگه، تموم که نشده. اینجا هم همینطوری میمونه. ما همینجا میمونیم. این جنگ تموم نمیشه. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، اردوگاه خازر.